استقرار قریب به 4000 ستیزجوی ایرانی در دشت‌های بادخیز در قلب خطرناک‌ترین منطقه عراق می‌باشند. مجاهدین خلق ایران چیستند؟ آنها دو دهه گذشته را صرف مأموریت مونیستی خود برای سرنگونی روحانیون بنیادگرا در ایران کردند. اکنون که در عراق به تازگی یک دولت طرفدار ایران انتخاب شده، هیچ کس از دولت بوش تا فعالان حقوق بشر نمی‌دانند دقیقاً با این مخالفین خارجی و قرارگاه زیبایشان در میان یک منطقه جنگی چه باید کرد. پری بخشایی 43 ساله بانوی فرمانده اشرف گفت: ما همه چیز را با دستان خودمان ساخته ایم. ما این محل را خیلی دوست داریم و خاطرات تلخ و شیرینی از اینجا داریم. نشریه فیلادلفیا انکوایرر در ادامه می‌افزاید: اینجا به طور واقعی یک پایگاه نظامی بدون سلاح است که زنان با اونیفورم‌های سبز و روسری‌هایی به همان رنگ هنوز با جیب‌های تویوتا در سراسر شهر می‌چرخند. اما آنها دلشان روزهای قدیم را می‌خواهد که تانک می‌راندند و موشک کاتیوشا شلیک می‌کردند. بسیاری از ساکنان بعد از اینکه خویشاوندانشان در زندان‌های ایران شکنجه و اعدام شدند، در اشرف پناه گرفتند. یاد شهدا در دو موزه و یک گورستان گرامی داشته می‌شوند. در این آرامگاه که به خوبی از آن نگهداری می‌شود، 200 مرد و زن از جمله کسانی که طی حملات هوایی ایالات متحده کشته شدند، به خاک سپرده شدند. نشریه فیلادلفیا انکوایرر در ادامه به نقش زنان در ارتش آزادی بخش اشاره می‌کند و می‌نویسد: مهناز بزازی مورد احترام ترین شخصیت این گروه می‌باشد. او هر دو پای خود را در حمله هوایی ایالات متحده به قرارگاه مجاهدین در تهاجم 2003 آمریکا به عراق از دست داده است. زنان جوان دور صندلی چرخدار او جمع شدند و او به یاد می‌آورد که چطور آسمان قبل از اینکه انفجار پاهای او را از زیر زانو منهدم کند قرمز شده بود. بزازی با صدای ملایم ولی مصمم گفت: ما ممکن است سلاح نداشته باشیم، اما ما آرمان‌ها و روحیه مصمم خود را داریم. حتی با چنگ و ناخن رژیم را سرنگون خواهیم کرد. مقام‌های مجاهدین می‌گویند آنها فکر می‌کنند سیاست آمریکا و عراق برای محدود کردن مجاهدین اشتباه است. حسین مدنی، یکی از مسئولان مجاهدین در اشرف، با استفاده از یک ضرب المثل ایرانی در مورد انتخاب‌های اشتباه گفت: آنها سنگ را بسته و سگ را گشاده‌اند. آنها تسلیحات ما را گرفتند. آیا به راستی مشکل ما هستیم؟